میرسیم به بحث مسکینگ مسکینگ اصولا توی موشن برای زمانی استفاده میشه که شما میخواید فقط یک قسمت خاصی از تصویر رو ببینید و بقیه تصویر رو حذف بکنید یا بل شما میخواید یک قسمتی از تصویر رو حذف بکنید و بقیه تصویر باقی بمونه به طور مثال من ممکن مثلا اینجای تصویر رو بخوام حذف بکنم ماسکینگ اصولا توی کار جلوه ویژه و روتوسکوپینگ کاربرد خیلی خیلی زیادی داره شاید بشه گفت بیشتر کار شما زمانی که کار ماسکینگ انجام میدید کار کامپوزیتینگ و کار ترکیب تصاویره حالا تا صرفا موشن گرافیک شما میتونید از ماسکینگ توی اف... توی موشن استفاده خیلی زیادی بکنید اما چطور میشه از ماسک استفاده کرد ابزار ماسکینگ شما این دو تا گروهی که این بالا گروه اول این ابزار ها که ابزار های کشیدنی هن با به صورت مثلا میشه گفت پیش فرض مثل مثلا این مستطیلی که ما اینجا داشتیم دایره که ما اینجا داشتیم اینجا ما یه مستطیل داریم یه دایره داریم و ابزار سوم ما که اینجا هست خیلی شبیه پینته شما میتونید دور اون چیزی رو که میخواید با این ابزار یه چیزی بکشید و حالا مثلا این شکلی بشه البته من اینجا چون سابترکتش کردم کمش کرد میتونم عدش کنم که اضافهش بکنه شاید شما دیده باشید که مثلا تو بعضی از کارها این در واقع چیزی که بازیگری که اونجا هست جلو یه جایی مثل همینجاست و چیز نشده در واقع جلوی پرده یا پرده سبز نیست که بخوان راحت حذفش کنن ولی شما می‌بینید که مثلا پشتش عوض میشه این بازیگر از یه جایی از یه محیطی میره توی محیط دیگه و اون کار رو با همین کار اون یعنی اون کار رو با همین تکنیک یعنی روتوسکوپینگ انجام میدن یعنی میان همچین شکلی دور بازیگر میکشن و اون رو فریم به فریم باهاش انیمه میکنن یعنی مثلا شما اول این رو این شکلیش میکنین بعد حالا تو فریم های بعدی بنا به حرکت بازیگر اون رو باهاش تکون میدید در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که فقط خود بازیگرتون جدا میشه و بقیه بکراند حذف میشه شما احتمالا اگر با کویک ماسک فتوشاپ کار کرده باشید خیلی واسه چیز جدیدی نیستش اینه. مسکینگ و حتما تجربه کار باهاش رو دارید اما گروه دوم ابزارهایی که ما اینجا داریم اگر من این ماسک رو حذف بکنم ببخشید با من بیام اینجا این ماسک رو حذف بکنم این گروه ابزارهایی هستند که خیلی شبیه به بیزی تول ما و بی اس پی لاین ما هستند یعنی گفت دقیقا همون هستن با ابزار اول شما میتونید خود تو بزیه بکشید دور بازیگرتون یا حالا هر سوژه دیگه که دارید و به این شکل مسکش رو ایجاد بکنید و با ابزار دوم هم باز به همین صورت دقیقا مثل بی اس پی لاین شماست و شما میتونید بیاید اینجا و حالا با این دفعه با بی اس پی لاین شروع بکنید بکشیدن برای کار روتوسکوپی اصولا بی اس پی لاین شاید یه مقدار راحت تر باشه چون فرم خطی که به شما میده فرم ارگانیک تریه فرم نرم تریه و معمولا ما زمانی که کار روتوسکوپی انجام میدیم با یه فرم ارگانیک مثل آدم حالا یا برحال شکلهایی که فرمای منحنی زیاد دارن طرفیم حالا تا چیزهای خیلی خوشگاتیست آخرین نکته که توی این درس میخوایم با هم ببینیم اینی که چطور میشه ماسک رو گفت که اضافه کن به تصویر یعنی فقط این جاهای تصویر بمونه یا بگین که نه این کار رو حذف بکن شما هر بار که میخواین یه ماسک ایجاد بکنید اگر F7 رو بزنید یا همین هداب دیسپلی رو اینجا یه بلند مود دارید که اد، Subtract, Replace یا Intersect دو تا عنوان بالایی که اضافه کردن اد و سابترکت یا کم کردن خیلی پرکارن دو تا عنوان پایینی خیلی خیلی کم کارترن نمیشه گفت کلا اضافن ولی خب کاربردشون واقعا شاید سه درصد از مواردی باشه که این دوتا رو شما استفاده میکنید شاید هم کمتر اتا. اد به این معناست که تیکه رو که من میکشم به تصویر اضافه کن و فقط همین تیکه بمونه بلعکس اون سابترکته اگر شما این رو روی سابترکت بذارید میتونید از یک از تصویر یک چیز رو کم کنید فقط نیاز نیست نگران باشید اگر شما احیانا سابترکت رو زدید و حس کردید که نمیخواستید اد بکنید یا حالا بالعکس میتونید بعدا اینها رو عوض بکنید اصلا هیچ مشکلی نداره و دلیل نداره که حتما لحظه کشیدن این کار رو انجام بدید اما موقع کشیدن اگر بکنید خب توی مواردی خیلی بهتره مثلا توی روتوسکوپی حتما باید لبه ها رو چون ببینید این کار میتونه خیلی بیشتر بهتون کمک بکنه خب این یه توضیحی بود از مسک توی قسمت های بعدی م... کاربردهای های بیشتری از مسک رو با هم میبینیم